حافظ کل قرآن. آفرین علیرضا عباسی. بیا تو ببینم استاد. سلام. این چیه با خودت بردی؟ این یک دکور برنامه محفله. بیا اینجا. خب پارسال که برنامه محفل رو دیدم درست کردم با خواهرم، به کمک خواهرم. آفرین. بگیرم ازت. آره عکساتون از تو روزنامه کنده چسبونده اینجا. خدا وکیلی نگاه کنی. خواهرمو دعوت میکنم بیاد با هم توضیح بدیم. دعوتش کن بگو بیاد. عبدی بیام فرناز رو تشویق کنه. فرناز بیا ببینم. سلام علیکم. سلام دخترم. خوش اومدیم. بریم بالا. این صحنه مال شماست. ماشاءالله. بفرمایین. من بودم واقعا جانانه تر تشویق میکردم. ببینید خدا وکیلی. بذارم اینجا که همه ببینن، دوربینم بگیره. بله توضیح بدین. بفرمایید من رفتم. خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی اوزینی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتك فی عبادك الصالحین. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان برنامه دوست داشتنی محفل و آرزوی قبولی طاعات عبادات. علیرضا عباسی هستم، 8 ساله، حافظ کل قرآن کریم. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. ماشاءالله. علیرضا، یعنی مردم برات، قش کردم برات، تشویقش کنی. فرناز خانوم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت شما و بینندگان گرامی. فرناز عباسی هستم، حافظ کل قرآن کریم، که در 7 سالگی موفق به اتمام حفظ کل قرآن کریم شدم. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. آفرین. خواهر بزرگه سا. بله خواهر بزرگه. حالا آقایون بپرسن. بفرمایید. از پسر از دختر بپرسین. مذغبت عنهم سارو كالضائع الحيران، مذبت عنهم ساروا كالضائع الحيران. الله الله. آقا سوالات سریع بپرسیم. آره حتما. واقعا ظاهرا مسلطن. فقط آیه رو بگن نفر بعدی بپرسه. آره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سریع آیه خودت بپرس حسنه. و كذلك فتنا بعضهم ببعض. سوره مبارکه انعام صفحه 134. خب بعدش 135 و هو الذي يتوفاكم 136 وما على الذين 137 و اذ قال ابراهيم 138 درسته بله الذين امنوا 139 و ما قدم الله 140 ان الله فعلم الحكيم. نمیدونم کجا رسیدیم ولی ظاهرا درسته. آقا بگو عقب موندم دیگه. خوب بله فارسی بلد. بگو عقب موندم. فارسی ضعیفه حالا. اعتراف سخته. خب يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان.
آخر این صفحه چیه؟ شکران. آیه که تلاوت شد صفحه 190 سوره مبارکه توبه، آیه انتهای صفحه ثم انزل الله سکینته. خب صفحه بعدی اولش چیه؟ 191 ثم یتوب الله، 192 یریدون ایوب. آخرش چیه؟ 10 صفحه برو جلو. خب ما میمونیم 190 صفحه 200 سوره مبارکه توبه، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اینقدر 190 به ازای 10 میشه 200. بلدی که ها آره اینو که بلدم. سی بلدی ریاضیش. بله چی شد؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم. درست داره. آفرین آفرین. خیلی خوب ماشاءالله. حامد جان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. طه قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. سوره مبارکه مائده سمت راست صفحه 121. همین آیه رو بخون. اولم تؤمن. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا من قبل وأزلوا كثيرا وزلوا عن سواء السبيل. آفرین. رسال از این نکته مهمی که جالب بود توی خوندنش این بود که وقف و ابتدا توی اصول تلاوت رعایت میکرد. مثلا هر جا وقف میکرد برمیگشت صحیحش از جای درست شروع میکرد. آفرین خیلی مشخص. اساتید خوبی هم دارن. آفرین. انشالله که موفق باش. فرناز خانوم برای ما بگه که دیگه چه توانمندی نسبت به قرآن داره؟ با حفظ قرآن انسان برنامه ریزیش درست میشه، به بقیه کارهاش هم میرسه و خوب ذهنش هم قطعا بازتر میشه. من خودم علیه بر اینکه قرآن رو حفظ کردم کلاس سوم رو جهشی خوندم و الان کلاس هشتم هستم و خب در سن کمی هم تونستم مدرک لیسانس علوم قرآن حدیث رو بگیرم و در مدرسه تیسوشان درس. آفرین. علی رضا. بله. کلاس چندمی شما؟ سومم. کلاس سومی؟ بله. میخوام به روش خودم از میزبانا چند تا سوال بپرسم. بفرمایین استاد. بفرمایین جلو. از ما میخواد بپرسه؟ آره حتما از بزرگتر شروع میکنه دیگه. هست میشین جوره دیگه. بله بفرم. 10 تا. اینا رو حسنین راحت‌تر متوجه میشه. معمولاً اینجوری ما باهاش صحبت می‌کنیم. داره پانتومیم اجرا می‌کنه براتون. شما باید آیه قرآنشو بگید. اساتید. من فهمیدم. الله. نه. اینو دیگه هر شیعه‌ای بلده. اینو هر شیعه‌ای بلده. انما ولیکم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درسته؟ بله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. خيركم. آسیناشو زد بالا. خب آب شیرتون خیلی منو جاش بلنده. شیر رو ببندیدم. شیر رو بستی؟ معلوم شد. وامسحو
برؤوسكم وأرجلكم. درسته؟ آفرین آفرین. سوال بعدی. شما نبستی ها. آفرین. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الله الله الله. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله الله. تشفيق كوني ده حامد جانو. اسب پرنده است. اسب بال داره. شتر مرغه. نه بال میزنه ولی نمیره. آها آه آه معلوم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بله. این نامه ای که آره سالن این نامه ای که هدهد آورد برای حضرت سلیمان، این آیات قبلش عبارات عجیبی داره. دارد که با تفقد الطیر شروع کرد حضرت سلیمان مانیتور رو نگاه کرد. فقالی مالی لا ار الهدهد امکان من الغائبین. هدهد کجاست؟ بعد ببینید چون هدهد کارگزارش بود گفت لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی به سلطان مبین. داغونت میکنم گیرت بیارم. تو کجایی؟ چرا سر پست نیستی؟ میکشمت. من یکی دلیل درستایی برداری بیاری. ببینید ما الان واقعش کارگزاران حکومت تکلیفشون رو باید روشن کنن که چجوری میخوان برخورد بکنن. امیرالمؤمنین به منذر ابن جارود عبدی در نهج البلاغه هست، بهش میگن که یعنی سرتنشو میشورن ها، بهش میگن که فإن صلاح ابیک قرنی میگه. اولا بابات خوب بود، من فکر میکردم که تو هم انک تتبع هدیه و تسلک سبیله، من فکر کردم تو هم راه باباتو میخوای بری. ولی اگه این چیزایی که از تو به من رسیده حق باشه، لجمل و اهلک و شسع و علک خیر منگ، شطورت از خودت بهتره، بنده کفشت از خودت بهتره. ضمن این که تو همین صفحه‌ای که این آیه اومده بالای آه. صفحه حضرت سلیمان با اون عظمتش یه مورچه یه حرفی میزنه که انگار به شخص خود حضرت سلیمانه، هیچ کاری باش نداره، یعنی مسئله شخصیشو فتبسم. یعنی یه مورچه گفتش که وارد لوناتون بشید اینا چی نمیدونن و فهم لایش اونون فتبسم ضاحكا من قبولا، یعنی خندید. اما تو جای دیگه وقتی بحث مثل اجرا و کار کارگزاری میشه اونجوری سفت و محکم. یعنی دو تا حرکت در یک لحظه شخصی رو میگذره نسبت به این موضوع قاطعیت. احسنت. انا سوف اسال ايضا بالايماء يعني ايه؟ واللي بده يعني يجاوب حنعطيه هديه، والهديه من حسنين. میگه من یه سوال میپرسم، هر کی جواب داد آقای ابو القاسم هدیه شو میده. خب ابو القاسم روحه لي هذا حبيبي جانم. ما شاء الله. يوسف. يوسف كانت في شهر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى السؤال الثاني هواپیما نه این موج دریاستی رود نیل و ذنون الذهب مغاظبا ما شاء الله